توی این ویدیو چند تا آپدیت و خبر جدید دارم از دنیای بدنسازی از آپدیت بیگرامی تا بدن تحسین برانگیز سامسون دادا در فاصله سه هفته تا آنوت کلاسیک 2023 پس تا آخر این ویدیو با من همراه باش اسپانسر ما هم برند مکملی ایوژن آمریکا است که شما میتونید با کد تخفیف امیر آندرلاین فلکس از سایت اصلی ایوژن با 10 درصد تخفیف خرید کنید سلام دوستان من علیرضا هستم از کانال یوتیوب فلیکس فیتنس توی این ویدیو به سراغ چند تا خبر جدید از دنیای بدنسازی اولین خبری که داریم این آبدیت آپدیت بدنی هست از بیگرامی مصری مشخصه که این ویدیو معبود به همین روزا باشه و الان هم کمتر از سه هفته تا آنود کلاسیک اوهایو فاصله داریم و واقعا هم آپدیت عجیبیه چون که توی این ویدیو پنج سانیه ای هیچ فیگوری رو نمیگیره و فقط حرکاتی رو انجام میده که البته یک نکته جالبی ذهن من رو درگیر کرده توی قسمت پشت پا و باسن بیگرامی شما آنچنان تفکیک عضلات و اون فیبرهای پشت پا رو موقع حرکت پا نمیتونید ببینید بینید که خب یک مقدار عجیبه و شاید میتونه به این دلیل باشه که بیگرامی کاملا روی برنامه نیست که شاید هم این فیبرها موقع فیگور گرفتن مشخص میشن اما خب خیلی سخت راجبش صحبت کردن ولی خب با توجه به اینکه الان کمتر از سه هفته یا چیزی حدود 17 روز تا که کلاسیک 2023 فاصله داریم کسی مثل بیگرامی با این حجم از عضله و بدن باید خیلی کاتتر از این باشه که باز هم توی چند روز آخر بتونه کات بیشتری رو به دست بیاره الان بزرگترین سالی که پیش میاد اینه که یعنی ممکن بیگرامی تونسته باشه با سلول های بنیادی اون مشکلات عصبی که توی قسمت پایین پشت خودش و حتی پشت بازی خودش رو درست کنه یا نه توی جایی پستی که بیگرامی در اینستاگرام خودش منتشر کرده که یک پست مشترک تبلیغ دکتر خان رو انجام داده کسی که در حال درمان بیگرامی با سلول های بنیادیه و کپشن پست به این اشاره میکنه که اگر کسی نمیتونه عضلات خودش رو توی تمرین احساس کنه به خاطر مشکلات عصبی است که رخ داده و این سلول های بنیادی توانایی ترمیم این مشکل رو دارن خب پس یعنی بخوایم حساب کنیم کار سلول های بنیادی اینجا برقراری رابطه عصب و عضله است که در نهایت موقع تمرین بدنساز بتونه اون ارتباط رو حس کنه و در آخر هم هایپرتروفی عضلانی رخ بده در مورد این درمان سوالات خیلی زیادی پیش میاد اولین و مهمترین سوال اینه که آیا بیگرامی میتونه این آسیب ها رو تا روز مثل اولمپیا و آرنولد کلاسیک برطرف کنه یا نه چون که به نظر این فاصله آرنولد کلاسیک تا مثل المپیا کوتاه هست که فرصت آنچنانی برای ترمیم این مشکل بزرگ وجود نداره در بهترین حالت حدس من اینه که بهترین ورژن بیگرامی رو ما روی استیج مستر 2023 میبینیم و واقعا هم احساس میکنم که میتونه خطرناک باشه توی مستر المپیا 2022 ترکیب چند مشکل باعث سقوط بیگرامی شد مشکلات عصبی بیگرامی توی چند سال گذشته هر چند کمتر اما با اون همیشه بود ولی باز هم تونست دو بار قهرمان مستر المپیا بشه و همینطور بزرگترین مشکل بیگرامی توی المپیای چند ماه پیش اون آبدار بودن و کاس نبودن بیگرایی به همینطور فیگورگیری اشتباه که فیگور جفازو از پشت بود که باعث شد مقام پنجمی رو به دست بیاره حالا باید ببینیم که اون یکی یکی میتونه این مشکلات رو برطرف کنه یا نه بیاید از مشکل فیگورگیری شروع کنیم توی مس المپیا 2022 همینطور که داور مثل به اون اشاره کرد بیگرامی به خاطر مشکلات و آسیب که داشت لط های خودش رو توی فیگور جفوز از پشت باز نمیکرد تا از دید داورها و مردم پنهان باشه این مورد رو به نظر توی جدیدترین آپدیت بیگرامی میشه فرض کرد که برطرف شده و بیگرامی اشتباه خودش رو توی فهمیده توی این آپدیت جدید که چند روز پیش منتشر شد میبینید که بیگرامی کاملا زیر های خودش رو باز کرده و یک ظاهر بهتری رو به نسبت گذشته داره دومین مورد مشکل کات و آبدار بودن بدن بیگرامی بود که به نظر میاد به خاطر یک سری اشتباهات از سمت خود بیگرامی و مربیان اون بود که باعث شد این مشکل توی بدن بیگرامی ایجاد بشه و بعیدم میدونم مشکلی باشه که توی مسابقات بعدی بیگرامی دوباره تکرار بشه برای مثال یکی از عجیب ترین اتفاقاتی که چند هفته پیش افشا شد این بود که بیگرامی صبح مرحله مقدماتی مس المپیا روی دستگاه پله در حال حوازی زدن بود که واقعا یکی از اتفاقات عجیب هست که اصلا توی این ساعت سابقه نداشته چونکه که هوازی پرشدت باعث میشه که خون رو از عضلات بیرون بکشه و برعکس پمپ عمل میکنه و خون رو وارد جریان خون میکنه و باعث میشه عضلات شاداب نشون داده نشن برعکس اگر دقت کنید بدن سازان قبل از اینکه روی استیج بیان با گرم کردن و تامینات سبک با وزنه کار میکنن که خون رو به عضلات پمپ کنن و این باعث میشه که عضلات شادابتر و پرتر به نظر بیان در کل هم توی این ویدیوی جدید ما یک کاندیشن و جزئیات خیره کننده را از بیگرامی نمیبینیم و اگر برگردیم به آپدیت های قبلی بیگرامی که مربوط به چند هفته قبل از مستر اولمپیاس میشه متوجه شد که اون برای مستر اولمپیا خیلی بهتر و کاتتر به نظر میرسید در کل با توجه به اینکه اون فیگوری رو اجرا نکرده نمیشه نتیجه گیری درستی رو کرد اما خب توی قسمت کامنت ها حتما نظرتو راجع به این مورد به من بگو به نظر تو هم کات بیگرامی اینجا کمتر به نظر میرسه آپدیت بعدی هم از اکیم دی بیست ویلیامز هست اکیم کسیه که تقریبا توی همه مسابقات خودش مشکل کات و جزئیات بدنی رو داشته و خیلی کم پیش اومده که با اون کات 100 درصدی خودش روی استج بیاد اما خب اکیم اینقدر حجیم و بزرگ هست که اگر با اون کاندیشن خیلی خوب روی استج بیاد میتونه یکی از جدی ترین تهدیدهای هر مسابقه ای باشه توی قسمت بالاتنه میتونید ببینید که اکیم ویلیامز هنوز مشکل تفکیک و کات عضلات رو داره ولی توی قسمت پایین تنه اگر دقیق کنید اون یک کات خیلی زیبا رو توی پشت پای خودش داره که اگر با بیگرامی مقایسه کنیم میتونید ببینید که پایین تنه اکیم واقعا کاتتر به نظر میرسه البته که بازم این نکته فیکس بودن اکین و فیگور نگرفتن بیگرامی رو توی ذهنتون داشته باشید توی آپدیت فیگور جوفازو از پشت هفته پیش بیگرامی بیشترین تغییر توی نوع فیگورگیری بیگرامی بود و هنوز میشه تا حد زیادی مشکلات لزها و قسمت پایین پشت بیگرامی رو دید نکته اینجاست که به نظرم خیلی بعیده که بیگرامی بتونه با یک پشت ترمیم شده به آرنولد کلاسیک 2023 برسه و تنها کاری که برای آرنولد انجام میده اینه که نوع فیگورگیری خودش رو تغییر میده توی پارت آخر این ویدیو هم به این سراغ آپدیت جدید بدنی سامسون داودا که یکی از بدنسازانیه که از بعد از مستر المپیا شهرت زیادی رو به دست آورد و پتانسیل این رو داره که یکی از مدعیان جدی آرنولد کلاسیک و حتی مستر المپیا 2023 باشه سامسون واقعا توی این دو ویدیو فوق زیبا و تحسین برانگیزه اون کسی که واقعا ژنتیک همه چیز رو داره و ترکیبی از قد بلند و عضلات پر و حجم رو داره که جالب توی تحلیلای زیادی که شنیدم اون اگر بتونه این عضلات رو پرتر و پخته تر کنه پتانسیل تبدیل شدن به یک رونیکولمن جدید رو داره توی فیگور جف بازو از پشت اون یک قوله به تمام معناست و میشه گفت یکی از بهترین عضلات پشت حال حاضر رو داره که حتی به نظرم تا اینجای کار حتی عضلات پشت اون از مستر بهتر و کاتسر دیده میشه یکی از مشکلات سامسون توی کات عضلات باسن اون هست که میتونید ببینید خیلی سخت به اون فیبر کات میرسه و این جزئیات ریز میتونه مانع قهرمانی اون و شکست دادن رقبای مثل بیگرامی و نیکواکر بشه توی قبلی که از بیگرامی دیدیم اگر اینجا توی این ویدیو به کات باسن بیگرامی دقت کنید اصلا میشه متوجه شد که این بشر انسان نیست و ترکیبی از حجم و کات باسن توی ترین ورژن بیگرامی هنوز هم بینظیره توی نمای جلو هم سمسون دادا حجیمه و بیشترین چیزی که از اون به چشم میاد ترکیب چهار سر پای حجیم و سینه و دستای پر هست که باعث میشه اون رو خیلی خاص کنه علاوه بر این هم باریک بودن کمر اون خیلی به مقامی که تونسته به دست بیاره کمک کرده چون که باعث میشه از دید داورها عضلات لط و زیر بغل های اون بازتر و حجیم تر به نظر برسه خیلی خوب این بود از این آپدیت مثل که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید حتما چنل یوتیوب و پیج اینستاگرام ما رو دنبال کنید اسپانسر ما هم برند مکملی ایوژن آمریکاست که شما میتونید با کد تخفیف امیر آندلن فلیکس از سایت اصلی ایوژن با 10 درصد تخفیف خرید کنید